بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، شب و روزتون بخیر، عمرتون پر برکت. خیلی نایب الزیاره بودیم، خیلی یادتون کردیم، خیلی در حرم امام رضا علیه السلام انجام وظیفه کردیم. نسبت به شماهایی که لطف به ما دارید، این برنامه رو نگاه میکنید، چندین هزار پیامک طی این دو روز تا دیدید ما در محضر حضرت رضا علیه السلام هستیم ارسال کردید. تعداد قابل توجهش رو نمیگم تمامش رو، ولی خیلی هاش رو همونجا مرور کردم و خوندم. انشالله که به حق علی ابن موسی رضا علیه السلام بهترین ها براتون مقدر بشه و خدای متعال هر اون چیزی که به خیر و صلاحتون هست در حاجاتتون به اجابت برسونه و بتونید بهتر از پیش از برکات وجودی ذوات مقدس معصومین علیهم السلام به ویژه حضرت امام رضا سلام الله علیه بهره مند بشید. مفتخریم که این برنامه تلویزیونی رو باز تقدیم حضور میکنیم. چون خیلی ها سوال کردن، باز تاکید میکنم اگر مایلید که عضو کانال برنامه تانیایش در پیام رسان سروش بشید، لطفاً یه پیامک بفرستید به 10032 و متن پیامکتون هم 55 به صورت عددی باشه. سامانه به صورت هوشمند پاسخهایی رو برای شما میفرسته که راهنمایی میشید. اگر این نرم افزار یعنی سروش رو تلفن همراهتون ندارید، لینک نرم افزار رو براتون میفرسته، نصب میکنید و در عین حال نشانی کانال هم در اختیارتون قرار میگیره. علاوه بر تقطیع موضوعی فایل های تصویری برنامه هر روز، فایل صوتی کل برنامه هم رو کانال هر روز قرار میگیره و البته متون مکتوبی که مرتبط با موضوعات. به حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ریاضت عزیزمون سلام عرض میکنم. میلاد پشت سر رو تبریک میگم خدمتتون و ایام رو گرامی میدارم. زیارات شما هم قبول باشه. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون جناب آقای عراق وفا. عرض تبریک و تهنیت دارم. ولادت با سعادت حضرت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه مالاف و تحییت و سنا رو به خدمت همه بینندگان عزیز، شیفتگان و علاقمندان و عاشقان حضرت رضا علیه السلام. امیدوارم که در این ماه ذی‌قعده شهر الرضا علیه السلام به تعبیری ما رو از دعای خیرشون و از شریک کردن در زیاراتشون محروم نکنن. انشالله که مورد قبول واقع بشه. انشالله. خیلی ممنونم. خب ما بحثمون همون بحث زیارت در خدمت جناب عالی و زیارت جامعه کبیره که فراز به فراز دارن توضیح میدن و در این حال علاوه بر این که ترجمه اون فرازها بیان میشه، توضیحاتی هم داده میشه که بتونیم بهتر و بیشتر از بعد تربیتی به این زیارت بسیار گرانقدر نگاه بکنیم و یاد بگیریم. عبارت امروز و فراز امروز رو بفرمایید. به این عبارت نورانی میرسیم که وساست العباد، سیاست مداران بندگان خدا. خب اونطور که میدانیم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به تعبیری که حضرت امام رضوان الله علیه دارن سیاست مداران هستی هستند. حالا گاهی اوقات از کلمه سیاست ممکنه تعابیر گوناگونی به ذهن افراد برسه، ولی اون چه که در روایات ما و آیات قرآن کریم از معنا و مفهوم کلمه زیارت سیاست به دست میاد، برنامه ای که جهت خروج بندگان خدا از ظلمات به سوی نور باشه رو میگن سیاست. اهل بیت ائمه نور هستند، یعنی وظیفه شون این هست که انسانها رو از ظلمات، از تاریکی ها به سوی نور ببرن. اون سیاستی که عین دیانت است این است که تمام برنامه ریزی ها، تمام استراتژی ها به قول امروزی ها در عرصه های مختلف، تو امور خانوادگی، تو امور شخصی، تو امور اجتماعی، تو امور فرهنگی، تو امور اقتصادی باعث بشه که انسان ها از تاریکی ها، از ظلمات به سوی نور هدایت بشن.
خب ما یه تعبیری در مورد کسی که میخواد اعمال سیاست بکنه داریم به عنوان ولی، که این ولی کسی است که میخواد انسانها رو سیاست کنه. اصل ولایت مال حضرت حق، الله ولی الذین آمن. خب این ولی نقشش چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. یه تعبیر بسیار لطیفی در آیات قرآن هست که ظلمات همیشه جمع اومده، تاریکی ها، اما نور همیشه مفرد اومده، چون راه های مختلفی هست که انسان از نور به تاریکی بره، اما نور یکیه، صراط مستقیم، خود حضرت حقه، الله نور السماوات و الارض. رضا خود خداوند تبارک و تعالی که ولی هست میخواد ما رو به سوی خودش هدایت بکنه. انا لله و انا الیه راجعون. یعنی ما اومدیم که به خدا برگردیم. خدا هم نور مطلق است و هر عملی ما انجام میدیم باید ما رو از تاریکی ها به سوی نور ببره. و برای رفتن به سوی نور هم یه دونه راه اومده، هیچ وقت صراط رو ما جمع نداریم، صراط ها نداریم، حالا سبیل رو سبل داریم ولی صراط رو یه دونه مستقیم. چرا؟ چون سبل مسیرهایی است که ما رو به این صراط مستقیم میرسونه. ما برای رسیدن به نور، به منبع نور که حضرت حق هست، یه راه بیشتر نداریم، صراط مستقیم. اما ممکنه راه‌های متعددی داشته باشیم تا به این صراط مستقیم برسیم. یه مثالی، مثلا ما میگیم میخوایم بریم دهکده المپیک، میگن آقا شما باید بیافتید تو بزرگراه همت. ممکنه 20 راه داشته باشیم برای ورود به بزرگراه همت، ولی تا به بزرگراه همت نرسیم به مثلا میدان دهکده المپیک نخواهیم رسید. صراط مستقیم یه دونه است، ما صراط‌های مستقیم نداریم. رضا همه انبیا از آدم تا خاتم اومدن ما رو خداپرست کنن، یعنی ما رو به سوی این نور ببرن، از همه تاریکی ها ما رو دور بکنه. گام اول که میشه گفت محور و ریشه تاریکی هاست، ریشه ظلمات فرمودن جهله. ظلمات جهل رو پیامبران اومدن از انسان ها بزدایند. لذا شما میبینید پیغمبر اکرم در عصر جاهلیت ظهور میکنن، همه پیامبران الهی در دوره میان که بشر در جهله. اونی که بشر رو میبره تو تاریکی از نور جدا میکنه جهله. مثلا گام اول اینه که ما عاقل و عالم بشیم. این بحث عقل و علم رو تو یکی از جلسات داشتیم با دوستان. اولین تاریکی جهله. اگه این زدوده بشه، راه برای رسیدن به نور و دوری از ظلمات در مسیرهای دیگه و موضوعات دیگه هموار میشه. در روایات ما از لسان نورانی پیغمبر اکرم و امیرالمومنین علی علیه السلام تعابیر بسیار بلندی وجود داره در ارتباط با اینکه ما چگونه میتونیم از تاریکی به نور بریم، یعنی در واقع ما چطور میتونیم ولایت پذیر بشیم. چون اگر کسی ولایت پذیر شد، وقت از تاریکی به سوی نور هدایت میشه، دستش تو دست ولیه، نقش ولی هم یخرجهم من الظلمات الی النور. من یه سوال دارم، ببخشید این سوالای وقتای زمانش میگذره برای همین. این یه تعبیر از قرآن کریم عرض کنم، این خیلی مهمه. من میخوام راجع به ولایت پذیری برام بگید. خود قرآن کریم تعبیری داره در مورد قرآن که قرآن نوره. ما انزلناه نورا، ما قرآن رو نور به حساب نازل کردیم. ولی آیا کسی میتونه به تنهایی با قرآن از تاریکی به نور بره؟ قرآن میفهمه انا انزلنا الیک الکتاب لتخرج الناس بهی من الظلمات الی النور. ما قرآن نازل نکردیم که هر کسی، خود قرآن میتونه افراد رو از تاریکی به نور ببره. ما قرآن نازل کردیم تا تو به وسیله قرآن مردم رو از تاریکی به سوی نور ببری. یعنی قرآن یه ولی میخواد، خود قرآن به تنهایی نمیتونه انسان رو از تاریکی به نور ببره. نفرمود لیخرج الناس بهی من الظلمات الی النور، مردم به واسطه قرآن از تاریکی به سوی نور. لتخرج، تو یعنی ضمیر مخاطبه، تو، ما قرآن رو نازل کردیم تا به وسیله قرآن توی پیغمبر، توی جانشین پیغمبر چیکار کنی؟ مردم رو از تاریکی به وسیله این قرآن به سوی نور ببری. اینجا نقش ولی کاملا مشخص میشه که این ولی با سیاست‌هایی که اعمال میکنه انسان‌ها رو از تاریکی میاره تو مسیر به سوی نور هدایت میکنه.
حالا سوالتون بفرمایید. اختیاره. عرض کردم زمینی. عرضم اینه که ما این بحث ولایت، ولایت مداری، ولایت پذیری رو خیلی حالا یه مقاطعی مثل الان استفاده میکنیم. ولایت پذیری یعنی چی؟ ولایت پذیری اون موقعی است که رابطه انسان با ولی رابطه دو طرفه بشه. تا زمانی که رابطه بین انسان و ولی یه طرف است، انسان ولایت پذیر نخواهد. یه تعبیری از حضرت رضا علیه السلام هست تو این حدیث سلسلت الذهب. بله. که ما خیلی افتخار میکنیم ما ایرانی ها که امام رضا علیه السلام وقتی تشریف آوردن ایران و در نیشابور اون اتفاقات افتاد و از حضرت طلب حدیثی کردن اهالی نیشابور، بزرگان نیشابور، حضرت حدیث سلسلت الذهب رو فرمودن که حدثنی ابی عن ابیه عن ابیه عن جدی امیر المؤمنین عن جدی رسول الله عن جبرئیل قال الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و انا من شروطها. ببینید امام رضا علیه السلام 20 سال دوره امامت شریفشونه، نزدیک 18 سال 17 سال خورده ای از این 20 سال تو مدینه هستن، یعنی در جمع مسلمانانی هستن که ولایت اهل بیت رو قبول ندارن، نماز میخونن، روزه میگیرن، عبادات انجام میدن، اما اهل بیت رو به ولایت قبول ندارن. یعنی کلمه لا اله الا الله رو دارن اما شرطش رو ندارن. حضرت اونجا نمیفرمایند شرطش ولایت، کجا میفرمایند؟ میان تو ایران که مرکز ولایته. خیلی حرفه ها، ما میگیم تحصیل حاصل کار لغویه، کار عبثیه. امام کار عبث و بیهوده نمی‌کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من اومدم خطاب به بینندگان عزیز برنامه زیارت گفتم نماز بخونید، روزه بگیرید، حجاب داشته باشید، این کار بیخودیه. چون بینندگان ما مقیدن به نماز، مقیدن به روزه، مقیدن به حجاب. شها تحصیل هاست. اما یه وقت میام میگم که خب این نمازی که می‌خونید مقیدید و با نافله بخونید، با تعقیبات بخونید، این خوبه چون ممکنه خیلی ها نافله نخونن. اتفاقا اینو باید اینجایی گفت که بیننده‌هاش اهل نمازن. بله اینجا باید گفت. میگم حجاب دارید، حجاب برتر داشته باشید، چه خوبه. مثلا این تحصیل حاصل نیست. امید در قرآن ما یه آیه داریم میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا. این یعنی چی؟ یه کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علیک و الیوم الاخر. این تحصیل حاصل مگه نیست؟ این کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. دوباره به چی ایمان بیارید؟ چیز جدیدی باید بشه ایمان بیاریم یا نه ایمان به همون خدا و پیغمبر و کتاب و قیامت؟ این یعنی این که آقا تعریفی که شما از ایمان داری با تعریفی که خدا از ایمان میخواد دوتاست. ببینید حضرت رضا تو ایران میفرماید ولایت داشته باشید، تو جایی که بالاخره به خاطر ولایت اهل بیت کمک کردن حکومت بنی امیه گرفته شده، اما چون ولایت پذیری درست نبوده به جایی که این حکومت که از بنی امیه گرفته شده تو جای خودش استقرار پیدا کنه که اهل بیت هستن، میره تو مسیر بنی عباس. یه تعبیر رو معلوم از مشتاقای تهرانی دارن خیلی لطیفه، می‌فرمایند ولایت پذیری، ولایت مداری با ولایت پنداری تفاوت داره. یعنی خیلی وقتها افراد فکر میکنن دین دارن، فکر میکنن ولایت دارن، خیال میکنن، پندارشون اینه. همه هم پندارشون اینه که این آدم دین داره، از این ولایت مدار در وجود نداره. بعد یه اتفاقی میفته، میبینیم که تنها چیزی که نداشته این آدم همون ولایت و دینیست که همه فکر میکردن داشته. این رو ما در طول تاریخ اسلام میبینیم، در دوره خودمونم در دوره انقلاب زیاد دیدیم کسانی که یه جاهای داعیه ولایت مداری داشتن، داعیه تبعیت داشتن و اصلا کسایی رو قبول نداشتن. ببینید رابطه دو طرفه کی میشه؟ اون چه که ولی از من میخواد من اجرا میکنم، اون چه که من از ولی میخوام ولی اجرا میکنه چون من اجرا کردم.
گفت من یه عمر گفتم چشم، یه بارم من گفتم خدا گفت چشم. این میشه ولایت پذیری، رابطه دو طرفه. قتله کربلا هم ولایت داشتن به حساب خودشون. حسین جان فدایت بمیریم برایت، عجل القدوم الی الکوفه، بشه تا به سوی کوفه. ولی چرا اون اتفاق و اون فاجعه افتاد وقتی ابی عبدالله اومد؟ اینها خیال میکردن ولایت دارن. این که من این سوال از جناب عالی پرسیدم به همین دلیل بود، یعنی این دغدغه‌ای که واقعا هم من دارم هم شما هم خیلی هم، که ما یه وقتی ولایت مدار پنداریم، یه وقتی واقعا ولایت مداریم. فرمودید که هر چی که ولی میگه من میگم چشم تبعیت کنم، ولی این قسم دوم شما کمتر شنیدیم که بعد اون وقت به واسطه این چشم گفتن و تبعیت و اطاعت یه سری حق هم پیدا میکنن. بله. که ولی هم باید اینو بیشتر توضیح بده. شما تو دعای عالیت المزامین بعد زیارت از رضا قطعا خوندید، آخرش میگی لی حق و موالاتی و تعمیلی، من گردن شما حق دارم. چه حقی دارم؟ حق ولایتی که ولایت شما رو پذیرفتن. من 100% هرچی شما گفتی قبول کردم، حالا حق پیدا کردم. حق و موالاتی، من به واسطه ولایت شما گردن شما حق پیدا کردم. من در بس ولایت پذیر بودم. امام صادق علیه السلام میفرماید ان حقوق شیعتنا علینا افضل من حقوقنا علیهم. خیلی تعبیر بلنده. امام صادق علیه السلام میفرمایند حقی که شیعیان ما گردن ما دارند، اینجا شیعه معنای اخصه، حقی که شیعیان ما به گردن ما دارند از حقی که ما به گردن اونا داریم بالاتره. خب این حق چگونه ایجاد میشه؟ من گردن امام رضا حق پیدا میکنم؟ مگه میشه؟ خود حضرت رضا علیه السلام فرمود اگه کسی زیارت با معرفت من بیاد گردن من حق پیدا میکنه و من این حق رو 3 جا ادا میکنم: عند تطاور الكتب، عند المیزان، عند الصراط. یعنی چی؟ تو بیا منم میام. یعنی تو این حق رو پیدا میکنی که من بیام. و با این تعبیری که 3 جا رو فرمودند، یعنی حقی که ما پیدا میکنیم میشه بسا بیشتر میشه. بله. خب این کی این حق ایجاد میشه؟ و این از کرامتشون. بله. این حق کی ایجاد میشه؟ موقعی که من در بس بگم چشم. ببینید یه روایتیز میگن شیطون یه روز به خدا عرض کرد که خدا یاد این سجده رو از عبادت حذف کن، هر چی بگی چشم، هر جوری بخوای من تو رو عبادت میکنم، یه جوری که از اول خلقت تا آخر خلقت هیچ کس نتونه چنین عبادتی بکنه. این تعبیری از حق دارن. در اون روایت فرمودن که انی اورید ان اعبد، من مقدر کردم که شما جن و انس منو عبادت کنه. به حیث ما اورید، اونجوری که من میخوام تو منو عبادت کنی، لا به حیث ما تورید، نه اونجوری که تو دلت میخواد منو عبادت کنی. ما یه مشکلی امروز داریم و مشکلمون اینه که ما میخوایم ولایت مدار باشیم با تعریف خودمون، اونجوری که دوست داریم. ما میخوایم دیندار باشیم با تعبیر خودمون. ما میخوایم خدا رو عبادت کنیم با تعبیر خودمون. رضا گاهی اوقات شما می از یه کسایی که تو مجالس اهل بیت هم شرکت میکنن تعابیری به دست میاد، مثلا طرف گفته من تو کتم نمیره که خدا مثلا آدم میبره جهنم. این اصلا یعنی چی؟ مثلا ما تو چه جایگاهی قرار داریم که بیایم بگیم که آقا من تو کتم نمیره که این آیه قرآن آیه قرآنه؟ من مگه مسلمان نیستم؟ من اگه ولایت پذیرم، حضرت فرمود برو تو تنور، امام صادق گفت الان رأسی پاشد رفت تو تنور. این میشه تبعیت محض، این میشه رابطه دو طرفه. مطمئن ما عرض کردم یکی از جلساتم، گاهی اوقات دینمون دین آکواریومیه، یعنی همه چی توش هست الا اون چیزی که صاحب دین خواسته. خیلی وقتا ما ولایتمون آکواریومیه، همه چی تو ولایت ما هست الا اون چیزی که صاحب ولایت خواسته. خب اینطوری نمیشه. من موقعی ولایت پذیر میشم که تمام سیاست هایی که توسط این سیاست العباد برای من چیده شده رو من عملیاتی کنم. تمام سیاست گذاری هایی که شده، امروز شما نقش ولی فقیه در جامعه چیه؟ سیاست گذاریه. کی من ولایت پذیرم نسبت به مقام اعظم رهبری؟ موقعی تمام سیاست گذاری هایی ایشون رو عملیاتی کنم، پیاده کنم و
مگر اینکه خب من ایشونو دوست دارم، رهبر رو از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، اما فرمایشات ایشون، سیاست‌گذاری های ایشون رو زمین بمونه، یعنی من ولایت‌پذیر نیستم. اینا ساست العباده. من موقعی رابطم با امام رضا دو طرفه میشه که تمام سیاست‌گذاری های امام رضا در عرصه شخصی، در عرصه خانوادگی، در عرصه اجتماعی، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی اینا پیاده بشه، عملیاتی بشه، کاربردی بشه. که ما البته باید تعریفمون از سیاست رو هم یه قدری اصلاح کنیم. بله. یه تعریف جامع و مانع داریم، یک تعریف مصطلح داریم. باید اینا رو در نظر بگیریم که وقتی گفته میشه وساست العباد، به معنای اون سیاست ورزی جامعه. بله. در همه حوزه ها. بله. وقتی شما تعریف کردید سیاست رو، فرمودید برنامه ای که جهت خروج بندگان خدا رو از ظلمات به سمت نور مشخص میکنه. که این فقط توی یه حوزه سیاست مصطلح امروزی نیست. خب نکات مهمی داره بیان میشه و امیدواریم که انشالله بتونیم همه بهش توجه بکنیم. انشالله هیچ کسی اینجوری نیست، هیچ کسی. اما چقدر بد میشه اون موقعی که من بیام ولایت مداری و ولایت پذیریم تا زمانی باشد که منافعم رو تأمین کنه. اصلا من ولایت پذیر میشوم به خاطر اینکه منافعم تأمین بشه. اون وقت دیگه خیلی خطرناک و وحشتناک میشه. اصلا خیلی از امام رضا سلام الله علیه داره کلاممون نور پیدا میکنه و بالاخره ماه ذی‌قعده، به قول شما ماه امام رضا سلام الله علیه، با اینکه تازه برگشتیم اما زودی دلمون تنگ شده برای امام رضا سلام الله علیه. عرض ارادتی بکنیم به محضر مبارک حضرت عالم آل محمد صلوات الله علیه و علیهم اجمعین. خب بیننده یا چند بیننده محترمی که سوالشون راجع به علت نامگذاری 23 ذی‌قعده به نام زیارت مخصوص، روز زیارت مخصوصه حضرت امام رضا علیه السلام مطرح کردن، هم دارن پافشاری میکنن چرا جواب نمیدین، یادمون نرفته. ما تا میایم تو استودیو با آقای ریاضت عزیز میگن اون ساله بود روز زیارتی مخصوصه، اما تصمیم گرفتیم که با اجازه شما خود بذاریم عقب‌تر، یعنی مثلا هفته آینده که نزدیک‌تر میشیم پاسخ بدیم. حالا ممکنه گله هم بکنن میگن چرا هی دارین انقدر طولش میدین. خدا حفظ کنه آقای راستگو رو. اول انقلاب اون برنامه خیلی پرنشاطی رو که برای کودکان و نوجوانان داشتن میرسوندن داستان رو به یه جایی، بعد میگفتن که آره بقیهش هفته دیگه. خیلی اون موقع ماها حالا به قول بچه‌ها لجمون میگرفت، هم مشتاق میشدیم که بیشتر بتونیم بشنویم. حالا انشالله هفته دیگه سعی میکنیم که به این سوال جواب بدیم که چرا 23 ذی‌قعده روز زیارتی مخصوصه امام رضا علیه السلام. الان داریم راجع به فراز وساست العباد در جامعه کبیره صحبت میکنیم و به این تعبیر رسیدیم که سیاست، سیاست ورزی، سیاست گذاری، و در این حال ذیل این عنوان باز رسیدیم به ولایت پذیری و ولایت مداری. خب اگر ما در بس سیاست گذاری های اهل بیت رو پیاده بکنیم، به معنای حقیقی میشیم شیعه، چون شیعه یه معنای مصطلح داره. بله. که اون فرق و تمایزی است که بین شیعه و بقیه فرق اسلامی هست. اون هم تو بحث اعتقاد به جانشینی بلافصل پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. اما شیعه به معنای حقیقی که حالا تو تعبیر حضرت رضا علیه السلام یه تعبیر خیلی ترسناکی وجود داره، در این حالی که امام رضا امام رعوفه، ولی یه تعریفی از شیعه حضرت ارائه دادن که این تعبیر اصلا، یعنی آدم باید جمع کنه بره دیگه. حضرت فرمان انما، این انما یعنی چی؟ یعنی این است و جز این نیست. انما شیعت و علیین الحسن و الحسین و سلمان و مقداد و ابوذر، ششمی نداره. شما اصحاب بزرگی در مورد در بین اهل بیت دارید برای امامان بزرگوار شیعه، اولیاء خدا. لفظ شیعه رو اهل بیت فقط به این 5 تا دادن. پس بقیه چی؟ اخص. حالا بقیه صدیقند، محبند. یعنی چی حاج آقای ریاضت؟ یعنی این همه تعبیر که راجع به شیعه آمده است،
و اینکه شیعه ما اینجوریه اینجوریه به اینجا هم شیعه میرسه. یعنی چی؟ یعنی کلا ما بذاریم کنار شیعه یعنی چی؟ یعنی پیرو. یعنی پیرو، یعنی کسی که تمام سیاست گذاری 14 معصوم علیهم السلام رو از صفر تا صد عملیاتی کرده، که اگه کسی اینجوری شد میشه شیعه، میشه من اهل البیت، میشه سلمان. ببخش من نمیخوام روی فرمایش شما و روی فرمایش عرض بنده نیست. آره رو فرمایش حضرت رضا علیه السلام. ببینید ما گاهی اوقات از این معارف دوریم، یعنی کلن بقیه باید شیعه بودن رو بذارن کنار. عرض کردم یه معنی اصطلاحی داریم، به معنای مصطلح همه شیعه ایم. خب اون احادیثی که آمده راجب شیعه داره صحبت میکنه که به اینجا میرسن اینجوری میشن انقدر جایگاه دارن، مال این معنای اصطلاحیه یا مال اون پنج شش نفر؟ معنای اصطلاحیه. آها این معنی پی معنای حق که منا بشه. ببین طرف اومد به امام حسین علیه السلام گفت یا ابا عبدالله انا من شیعتکم، حضرت فرمود لا تقولن شیئا ولا تدعین شیئا حتی یقول الله کذبت و فجرت. گو آقا من شیعیان شما. حضرت فرمود چیزی نگو که خدا بهت بگه دروغ میگی، آدم فاجری هستی، آدم گناهکاری هستی. انما شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غل و غش. شیعه ما به معنای اتم معنای شیعه کسی است که قلبش از هر گونه غل و غش و کینه و حقد و حسدی دوره، یعنی هیچ ناپاکی تو قلب شیعه ما نیست. خب این معنای اخصه، این معنای حقیقی شیعه است. اومد چون حضرت فرمود قل انا من محبیکم، بگو من از محبین شما هستم. حالا تو تعریف محب هم ما میریم جلو میبینیم که باز یه تعابیر خطرناکی وجود داره، باز خود محب هم یه تعبیر حقیقی داره، یه معنای اصطلاحی داره. ما تو معنای اصطلاحی همه محب اهل بیتیم. اما امام صادق علیه السلام فرمود من احبنا فلیعمل بعملنا. محب ما کسیست که این ما عمل میکنه، شما نگاهش میکنی ما رو نگاه میکنی، آینه ایست که داره ما رو انعکاس میده، تمام سیاست گذاری های ما داره پیاده میکنه. ببینید مسلمون شدن خیلی راحته. پیغمبر فرمود انی بعثت به شریعت سهلت و سمه. شریعت اسلام یک شریعت بسیار آسان و راحت، به قول ما شریعت تساهل تسامح. مسلمون شدن از خوردن یه لیوان آب راحت تر. ابو سفیان شبی که فرداش مکه فتح شد اومد رو بلندی ایستاد، دید فردا تیک بزرگیش گوششه، با مشاورنش صحبت کرد چیکار کنیم، گفتن تنهاش اینه که مسلمونش. اومدن تو پیغمبر، تو خیمه پیغمبر، گفتن ما اومدیم مسلمون شیم. مسلمان یه نگاهی کردن این مسلمون شیم میشه؟ پیغمبر فرمود بله میشه. آغوش اسلام برو هیچ کس بسته نیست. گفت چیکار کنم؟ پیغمبر فرمود شهادت این بگو، بگو اشهدو ان لا اله الا الله، اشهدو انک رسول الله، خطاب به من مسلمان. ابو سفیان اینو که گفت پیغمبر رو کردن مسلمان، فرمودن از این به بعد ابو سفیان جانش، مالش، ناموسش، ارزش، آبروش محترمه مثل بقیه مسلمان. هل اسلام یجب با ما قبل، اسلام ما قبل رو میبر. مسلمان ها یه نگاهی کردن یا رسول الله شما میدونی مثلا این داره دروغ میگه، بازیشه، این پدر مسلمان ها رو در برده، اون همه آدم کشته، اون همه مصادره کرده، شکنجه کرده، این اومد دید فردا مکه بدون خونریزی فتح میشه، این به قول ما بازیشه، داره سیاسی کاری میکنه، به قول امروزی ها کار سیاسی نمیکنه، بعضی ها سیاسی کار هست، سیاسی کاری میکنه. پیغمبر فرمود ما معمول به ظاهریم در اسلام، شهادت نگو مسلمان، تا زمانی که کاری نکرده، رو نکرده خباست درونشو. رضا فرمود در هر کی تو خونه ابو سفیان فردا در امان، هر کی دستش به دیوار خونه ابو سفیان در امان، شما حق تعرض ندارید. خب اسلام خیلی راحت. اسلام هر جا سخت شده ما سختش کردیم، مسلمان رو سختش کردیم. حالا یه مثال بزنم، خدا میفرماید، قرآن میفرماید، اهل بیت فرمودن، فقها ها مراجع بر اساس فرمایش حضرت حق و اهل بیت علیهم السلام فتوا دادن آقا دستت نجس میشه، یه بار بگیری زیر شیره آب پاک. من چند بار میگیرم؟ من سختش کردم دیگه، من سختش میگم بده. آخه باز دوباره اینجا دلم نمیچسبه، دله اینو دلم دوست دارم، میگم به دلم نمیچسبه. ما فهمیدن آقا شما قرآن نماز که میخونی حمد و ثنا رو سعی کن صحیح قرائت کنی، حالا لازم نیست مثل مثلا عرب زبان ها حتما تلفظ کنی،
ولی ما هگیر داریم به اینکه ولاد مثلا درست خدا رحمت کنه مرحوم مشتنی به اون انقدر به این ولز گیر نده مرض میاره خب وسواس میاره فرمودن آقا اینو تو درست بخون صحیح قرائت بکن درسته دیگه حالا رو مخرجش خیلی گیر نده که مثلا استادان تجوید مثلا زبان عرب خب کی سختش میکنه ما داریم سختش میکنیم اسلام که خیلی راحت اما به همین اندازه که اسلام راحته ایمان سخته قرآن میفهمد که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا اومدن قدر ما ایمان آوردیم فرمود بگو شما ایمان نیاوردید حالا که قلو اسلم نگو مسلمون شد چون مسلمونی راحته اما ایمان که یعنی این که من وقتی مسلمون شدم تسلیم شدم حالا ولایت پذیر میشم یعنی تعهد میدم وقتی مؤمن میشم تمام سیاست گذاری های ولی رو که حالا این ولی حضرت حق است به معنای اتم و اکملش به ذات و بالعرض به واسطه تفویض حضرت حق ولایت به 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین تفویض شد من تمام این سیاست گذاری ها رو پیاده میکنم میشم مؤمن وقت امام باقر علیه السلام فرمود ان امرنا صعب مستصعب شیعه ما شدن مؤمن شدن به ولایت ما ولایت پذیر شدن دیگه مثل اسلام نیست خیلی راحت باشه صعبون هم سخته هم مستصعبه پیچیده است لا یتحمله تحمل نمی کند امر ولایت ما را الا ملک مقرب من که دوزد بین ملائکه همم هم نه همه ملائکه ولایت همه هستی ولایت پذیرفته اما این که بخواد به معنای اتم شیعه ما باشه الا ملک مقرب فقط چهار ملک مقربن جبرئیل میکائیل اسرافیل عزرائیل علیهم السلام اینا تونستن تحمل کنن ولایت ما رو تو زیارت جامعه فرض میگه محتمل لعلم کن من یه ظرفیتی پیدا کنم که بتونم تحمل کنم امر ولایت آقا اینجوری نیست هر کسی تحمل کنه اگر اسلام با اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله میاد ولایت با اشهد ان علی ولی الله نمیاد خیلی اشهد ان علی ولی الله گفتن علامه امینی در القدیر میگه روز عید قدیر 80,000 نفر به تصریح منابع غیر شیعی به امیرالمومنین گفتن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه ولی ما خیلی از کسانی که عید قدیر این جمله رو به امیرالمومنین گفتن و بیعت کردن با این جمله به امیرالمومنین ولایت مدار نمیدونی چرا؟ با اینکه شهادت این دادم به ولایت امیرالمومنین چون سیاست های امیرالمومنین به عنوان ولی رو پیاده نکردن عملیاتی نکرد فرمود الا ملکون مقرب این هم خیلی پیچیده است خیلی سخته یا ملک مقرب باشه او نبی مرسل یا یه پیغمبری دارای رسالت و شریعت باشه همه پیامبرا ولایت رو پذیرفتن اما اینکه بخوان شیعه ما بشن تحمل کنن نبی مرسلن فرمود ما بعث الله نبیا الا اقر به ولایت امیر المؤمنین خدا هیچ پیغمبری رو به پیغمبری بر نگذید الا اینکه به ولایت اهل بیت علیهم السلام اقرار کردن به ولایت امیر المؤمنین اقرار کردن ولی اینجا امام باقر میفرماید تحمل امر ولایت ما رو فقط نبی مرسل دارد یعنی پیامبرانی که رسالت دارند دسته سوم او عبد امتحن الله قلبه للایمان تو بندگان خدا کسانی میتونن شیعه ما باشن این امر سخت رو داشته باشن که امتحان شده باشن غربال شده باشن ولا غربلن نه غربله امیرالمومنین فرمود تو وادی ولایت تا غربال نشید ملا غربلن نه غربلن ملا توبلبون نه بلبله اینقدر بلا باید سرتون بیاد امتحان بدید و غربال بشید تا اونایی که واقعا ولایت پذیرن بمونن تا پسرم بلند شه بگه انا المهدی سلام علیکم به این راحتی نیست بله لطف اهل بیت شامل حال شده ما منصوب به اهل بیت شدیم الحمدلله ما ولایت اهل بیت رو قبول کردیم ما محبت اهل بیت رو قبول کردیم ولی این که بخوایم بگیم آقا ما ولایت پذیر هستیم این خیلی کار میبره ساست العباد این فقط برای این نیست که من جلو ذریعه امام رضا وایستم بگم من شهادت میدم شما ساست العبادید این خوبه لازم هم ولی کافی نیست
که من به درجه ولایت امام رضا میرسم به اون به شرط هایی که امام رضا فرمود، تمام سیاست گذاری های امام رضا رو عملیاتی کنم. وقتی به حضرت رضا علیه السلام گفتن ببینید یکی از تشییع جنازه با شکوه اهل بیت جنازه موسی بن جعفر پدر امام رضا است. سه روز بدن موسی بن جعفر رو جسر بغداد با احترام نگه داشتن که شیعیان از اطراف بیان، چون دوره اواخر امامت امام کاظم و اوایل امامت امام رضا شیعه علازه ادعوده خیلی نیرو گرفته بود. وقتی جریان تدفین موسی بن جعفر تموم شد، شیعیان به امام رضا گفتن آقا شما یه حرکتی بکن دیگه، ما هستیم. حضرت فرمودن تو چشای هیچ کدومتون برق چشم حبیب رو نمیبینم، یعنی ما حبیب میخواییم. اینکه شما ما رو قبول دارید، حالا تشییع جنازه ما میاید، تو جشن تولد ما شرکت میکنید، ابراز محبت ما، اینا قبول شعائره، یعنی ما تسلیم محض میخواییم، متبعیت محض میخواییم. یه روایتیست از حضرت صادق علیه السلام خیلی عجیبه، میفرماید انا لنحب من شیعتنا، که از کنم رابطه باید دو طرفه بشه. حضرت فرمودن همونطوری که شیعیان ما محب ما میشن، ما هم محب شیعیانمون میشیم. متا هر کی گفت من محبم ما محب میشیم، نه، انا لنحب من شیعتنا من کانه. اون دسته از شیعیانی رو ما عاشقشون میشیم، ما محبشون میشیم که من کانه این خصوصیات رو داشته باشن. حضرت میگه کسایی که اینا اینجوری باشن که حالا از بحث خارج میشیم، میخوام اون رو باید عرض بکنم، یعنی سیاست گذاری. پس اگر ولایت من دلی شد، من دیگه نمیتونم از مسیر تو مسیر ثابت قدم باشم، مستقیم حرکت کنم. اما اگر دلم ولایتی شد، دلم ولوی شد، دلم رضوی شد، تو یکی از جلسات عرض کردیم فرمودی ما گاهی اوقات امام حسین اون دلیه، دلمون امام حسینی نیست، اونجا ما فرق میکنه. اونجا که دل من امام حسینیه، یعنی همه سیاست گذاری های امام حسین پیاده شده. اما اونجایی که امام حسین من دلیه، یعنی من میخوام امام حسین اینطوری باشه دیگه، این تصور باشه. یه تعبیری رو مرحوم آقا مشتاق تهرانی دارن، خدا رحمتشون کنه، حالا این ایام خدا رحمتشون کنه، ان شاءالله هر کسی مشرف میشه به نیابت از ایشون هم یه زیارتی بکنیش. خیلی گردن ماها تو بحث معارف و اخلاقیات اهل بیت خیلی حق داره، و چقدر ایشون ارادتمند به علی ابن مسترضا علیه السلام بودن. ایشون اصلا شیفته امام رضا علیه السلام بودن. ایشون میفرمودن که ببینید آقا، یه وقت هست من یه امام حسینی تو ذهنم دارم، یه امام رضایی تو ذهن دارم، یه امام زمانی تو ذهن دارم. با اون امام زمان و امام رضا و امام حسینی که در خارج وجود داره یکیه. یه وقت هست من یه چیزی از امام حسین، امام رضا، امام زمان تو ذهنم ساختم، با اونی که در عالم خارج وجود داره دوتاست. ایشون میفهمد خیلی مراقب باشید. کی دوتا میشه؟ موقعی که سیاست گذاری های اهل بیت با سیاست گذاری های من تفاوت داره در مقام عمل. ایشون میفهمد مردم کوفه یه تصوری از امام حسین داشتن. چند منزلی کوفه امام حسین علیه السلام که اومد، اینا دیدن که اون امام حسینی که تو ذهنشون بود با این امام حسینی که داره میاد دوتاست. ایشون میفهمون یه دلیل این که امام زمان الان ظهور نمی کنن، اللهم عجل ولی کل فرجا، جواب نمیشه، بقیده که اون امام زمانی که تو ذهن ما هست با اون امام زمانی که بیرونه دوتاست. این دوتا باید یکی بشه. و اون وقت ما اون خودمون رو اونجوری نمی کنیم که امام زمان واقعه. ایشون فهمون خیلی سخته که یه کسی مثل هور پیدا شه بگه 50 سال اشتباه میکردم، عوضی رفتم برگردم. خیلی ها گفتن امام حسین اشتباه میکنه، دین اون نیست که ما بعد داره. اون وقت 50 سال اشتباه کردی، اگر این توان رو داشته باشی برگردی، مردی میشی، هور. آزاد مردی. بگی من اشتباه کردم. قتله کوفه گفتن نه ما اشتباه نکردیم، چون خیلی سخت آدم میگه من 50 سال نماز خوندم، نمازم اون شاخصه که باید داشته باشه نداشته، حالا برمیگردم، حالا برمیگردم. آیت الله اخشناس فرمود خیلی بعد از یارد عاشورایی که خوندیم توبه کنیم. عجب. برگردیم. یعنی چی؟ یعنی یه جایی ممکنه برسم بگم این یارد عاشورایی که خوندم اون شاخصه رو نداره، اون سیاست گذاری که صاحب این یارد عاشورا گذاشته نداره. ایشون فرمود اگه دو تا باشه او وقت بیاد تو مقابلش نیستی، پشتش نمیری. ایشون فرمود حبیب امام حسینی که تو ذهنش بود با امام حسینی که بیرون بود یکی بود.
هانی ابن عروه امام حسینی که بیرون بود با امام حسین زنش یکی بود، بوریر، مسلم ابن مسجه، اینها همه امام حسین ذهنشون با امام حسینی که در خارج وجود داد یکی بود. اون وقت این که امام حسین ذهنت با امام حسین بیرون یکی باشم خیلی نباید آدم متفاوتی باشی. نه. جونم غلام امام حسین ذهنش با بیرونش یکی بود. چرا؟ غلام. چرا؟ چون به اون میگفت من نوکر امام حسینم. تمام سیاست گذاری های امام حسین رو پیاده کرده. نوکر. ما میگیم نوکر اهل بیتیم. من اصلا کاری نداریم اهل بیت چی گفتن. خودم عرض میکنم. ما به اهل بیت میگیم چی میخوایم. تو مجلس هم میگن بیاجت سینه نزنی بگو چی میخوای فلان. ما نباید سیاست بریزیم واسه امام حسین، واسه امام رضا. امیدوارم که انشالله این ایام زیارت مخصوص از این تاریکیه بیایم بیرون. البته این تاریکیه، یعنی فکر میکنیم تو مسیر نوریم ولی جهلمون جهل مرکبه، نمیدونیم که این مسیر نوری تاریکی مطلقه. انشالله که به همون معنای واقعی امام رضای واقعی همون امام رضایی باشه که تو ذهن ماست، یا به تعبیر درست‌تر امام رضایی که تو ذهن ماست همون امام رضای واقعی باشه. انشالله.